سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه در گزارشی به لابیگری جمهوری اسلامی برای جلب همکاری بانک HSBC بریتانیا می‌پردازیم، از تذکرهای محرمانه و فوق محرمانه تشکل محافظه‌کار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهیم گفت، با مایستان بختیاری خبرنگارمان در ترکیه خواهیم بود و از تصمیمات اخیر اتحادیه اروپا و دولت ترکیه درباره ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا آگاه می‌شویم و نگاهی می‌کنیم به رونق لوازم آرایش در ایران که کشورمان را به دومین بازار بزرگ خاورمیانه تبدیل کرده. در پایان نیز گزارشی داریم از دریافت نشان شوالیه هنر و ادبیات فرانسه به محمد رضا شجریان، استاد موسیقی و آواز ایرانی. با ما همراه باشید. جمهوری اسلامی برای جلب همکاری بانک چند ملیتی HSBC بریتانیا به منظور انجام معاملات مالی مربوط به واردات کالاهای بشردوستانه در حال لابیگری است. این جلب همکاری در حالی است که ایران در شرایط تحریم قرار دارد و مجاز به این کار نیست. آمریکا تاکنون چندین بانک اروپایی را به خاطر نقض تحریم‌ها جریمه کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک HSBC اخیراً ارائه خدمات انتقالات مالی برای جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. رویترز می‌نویسد که بانک‌های مانند HSBC مسئولیت دارند که راهکارهای سختگیرانه‌تری برای تبادلات مالی با برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی داشته باشند. اگرچه توافق 6 ماهه هسته‌ای ژنو مقداری از بار تحریم‌ها علیه ایران را سبکتر کرده است. لابیگری جمهوری اسلامی برای جلب همکاری این بانک در حالی است که همکنون مذاکرات بانک فرانسوی BNP پاریبا در ایالات متحده به خاطر نقض تحریم‌ها علیه برخی کشورها از جمله ایران ادامه دارد. رویترز گزارش داد که احتمالاً این بانک فرانسوی 9 میلیارد دلار جریمه به ایالات متحده پرداخت کند. از سال 2006 که مناقشات پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به وخامت گذاشت، غرب هرگز عملیات انتقالات مالی از بابت تجارت مواد غذایی و بشردوستانه ایران را تحریم نکرده است. اما تحریم‌های سال 2012 آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی انجام هر گونه معاملات بانکی با ایران را بسیار سخت کرده است. یک منبع بانکی به رویترز گفته است که بانک HSBC نیز مانند هر بانک دیگری از گرفتار شدن در بند تحریم‌ها هراس دارد. به گفته وی این کار به ریسک آن خصوصا در فضای موجود نمی‌ارزد. چند منبع اروپایی و آمریکایی که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نامی از آنها برده شود، به رویترز گفتند که در هفته‌های اخیر این بانک اروپایی عملیات نقل و انتقالات مالی برای اقلام غذایی به ایران را متوقف کرده است. HSBC اعلام کرده که عملیات انتقالات مالی برای اقلام بشردوستانه کشورهای تحریمی ادامه دارد، اما آنها را مورد به مورد دقیقاً بررسی می‌کند که تحریم‌ها را نقض نکند. این بانک به رویترز گفته است که بررسی‌ها بسیار چالش برانگیز و احتمالاً تایید عملیات انتقال پول مدت زمانی طول بکشد. یک منبع آمریکایی به این خبرگزاری گفته است که بانک HSBC در هفته‌های اخیر مجبور به قطع عملیات انتقال مالی برای ایران شده و دولت تهران تلاش می‌کند این مشکل را حل کند. یک منبع دولتی ایران نیز که نامی از وی برده نشده به رویترز گفته است که کشورهای غربی در خلال مذاکره پیرامون نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای در حال افزایش فشار به جمهوری اسلامی هستند تا شرایط پیشنهادی آنها در مذاکرات را قبول کند.
گفتنی است کمتر از یک ماه به پایان توافق شش ماهه هسته‌ای ژنو باقی مانده و مذاکرات پیرامون انشای توافقنامه بلند مدت میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی ادامه دارد. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی از اختلاف نظر با غرب پیرامون این توافق خبر دادند. از این رو جمهوری اسلامی میکوشد در فرصت باقی مانده از شرایط استفاده کند تا اگر توافق هسته‌ای انجام نشد و پس از آن هم تمدید نگردید، این کشور بهره برداری های لازم را کرده باشد. هفته گذشته محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با خبر دادن از تذکرهای محرمانه و فوق محرمانه جامعه مدرسین به حسن روحانی گفت در صورت بی‌توجهی رئیس جمهور به تذکرها، این جامعه ممکن است رسما تذکر بدهد و روزی هم ممکن است رو در روی همدیگر قرار بگیرند. در هفته اخیر دیدگاه‌های متفاوت رئیس جمهور و عده‌ای از روحانیون محافظه‌کار در مورد حدود دخالت دولت در امور شخصی و عقیدتی مردم به بحث‌های تندی منجر شده است و احتمال می‌رود تذکر این نهاد محافظه‌کار هم در همین راستا باشد. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از چند تذکر محرمانه و فوق محرمانه این تشکیلات سیاسی مذهبی به رئیس جمهوری خبر داد. آقای یزدی به سایت مباحثات گفته در صورتی که حسن روحانی به این تذکرها بی‌اعتنایی کند، امکان دارد جامعه مدرسین این تذکرها را رسمی کند و احتمال رویارویی این جامعه با دولت یازدهم نیز وجود دارد. وی به جزئیات و محور این تذکرها اشاره‌ای نکرده است، اما گفته جامعه مدرسین پیشتر به محمود احمدی نژاد نیز چنین تذکرهایی را داده بود که با بی‌اعتنایی احمدی نژاد همراه شده بود. یزدی گفته احمدی نژاد در ماه‌های آخر واقعا کارهای خلاف می‌کرد و خیلی از روحانیون هم برخورد کردند. همان روحانیونی که کمک کرده بودند و برایش از آبرویشان مایه گذاشته بودند به او تذکر دادند ولی او گوش نکرد. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و بسیاری دیگر از روحانیون محافظه‌کار پس از آنکه محمود احمدی نژاد مقابل برخی دستورات علی خامنه‌ای ایستاد، راه خود را از وی جدا و به صف منتقدانش پیوستند. اگرچه جزئیات این تذکرات فوق محرمانه فاش نشده، ولی قابل حدس است که این نهاد محافظه‌کار نیز همچون دیگر روحانیون تندرو به رئیس جمهوری اسلامی در خصوص همان ماجراهای به زور بردن مردم به بهشت و دفاع روحانی از شبکه‌های اجتماعی و دیگر مسائل تذکر داده بود. بس بر این زمینه از اوایل خرداد ماه و پس از آن بالا گرفت که آقای روحانی بدون اینکه فرد یا نهاد خاصی را مخاطب قرار دهد گفت اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید ولو به خاطر دلسوزی، بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمیتوان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. این سخنان با واکنش احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روبرو شد که تأکید کرد رسالت حکومت دینی این است که جاده بهشت را صاف کند و مأموریتش هم این است که جاده را هموار کند برای بهشتی شدن مردم. همزمان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در نماز جمعه مشهد نیز هشدار داد شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهش رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد. در واکنشی متقابل حسن روحانی اظهار داشت برخی بیکار و دچار توهمات هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند. نه دین را می‌دانند چیست و نه می‌دانند آخرت چیست، اما همیشه قصه آخرت را می‌خورند. در پاسخی مجدد به این اظهارات محمد تقی مصباح یزدی از اعضای مجلس خبرگان هم وارد میدان شد و گفت برخی افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هم هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما
از وضع دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه آنها را کسانی معرفی می کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می کنند. وی خطاب به چنین مسئولانی افزود: باید از وی پرسید مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا انگلستان؟ محمد یزدی در بخش دیگری از گفتگوی خود انتقادهای متوجه دولت روحانی کرده و به برخی سیاستهای این دولت در زمینه فرهنگی اعتراض کرده است. وی گفته ماهواره و اینترنت اعتقادات بسیاری از جوانان خانواده‌های مذهبی را سست کرده و نوجوانانی که از سایت‌های مختلف اینترنتی استفاده کردند بلوغ زودرس برایشان اتفاق افتاده است. این روحانی محافظه‌کار اضافه کرده معمولاً از ساعت 12 شب به بعد وسایل ارتباطی جوانهای ما را هدف قرار می‌دهند. بیشتر هم روی جوانها و غریزه جنسی کار می‌کنند. جامعه مدرسین یکی از محافظه‌کارترین نهادهای مربوط به روحانیت در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و با دیدگاه‌های علی خامنه‌ای اشتراکات فراوانی دارد. اعضای این جامعه زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز حملات تندی متوجه دولت اصلاحات و سیاست‌های آن می‌کردند. بر اساس پیمان‌نامه جدید میان ترکیه و اتحادیه اروپا توافق شده است چنانچه مهاجران غیرقانونی از خاک این کشور برای ورود به اروپا استفاده کنند، اتحادیه اروپا آنها را به ترکیه مسترد کند. مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر از این خبر. مطابق با قراردادی که اخیراً میان اتحادیه اروپا و ترکیه در زمینه استرداد مهاجرین غیرقانونی منعقد شده، دولت ترکیه موافقت کرده استرداد کلی مهاجرین غیرقانونی که از خاک ترکیه وارد کشور ثالثی در اتحادیه اروپا میشن رو بپذیره. این احتمال وجود داره که این قبیل مهاجرین غیرقانونی پس از استرداد به ترکیه در کمپ‌های در این کشور تا تعیین وضعیتشون نگهداری بشن. اما بخش دیگه از توافق صورت گرفته میان اتحادیه اروپا و دولت ترکیه این امتیاز رو برای ترکیه در نظر میگیره که طی یک فرایند 3 ساله شهروندان ترکیه بدون نیاز به روادید وارد خاک اتحادیه اروپا بشن. این موضوع که البته قرار هست از سال 2017 میلادی شکل اجرایی به خودش بگیره، اتباع ترکیه رو در سفر به اتحادیه اروپا بی نیاز از روادید خواهد کرد. البته صحبت بر سر این موضوع از مدت ها قبل مطرح بود، اما نهایتاً سال گذشته توافقنامه‌ای در این زمینه میان ترکیه و اتحادیه اروپا صورت گرفت، ولی خب این توافقنامه نیاز به تصویب پارلمان ترکیه و همینطور تایید رئیس جمهور داشت. الان این مراحل طی شده و به زودی با انتشار در روزنامه رسمی دولت به اون شکل اجرایی خواهد داد. در همین رابطه هم روز پنجشنبه آقای استفان فوله مسئول توسعه کمیسیون اروپا تصویب این طرح رو در پارلمان ترکیه تبریک گفت. میدونیم ترکیه در واقع دروازه ورود به اروپا است و خب از این گذرگاهی هم اغلب مهاجرین غیرقانونی استفاده میکنن تا بتونن به کشورهای اروپای مرکزی برسن. مهاجرین غیرقانونی که بخش عمده اونها از کشورهای خاورمیانه مثل عراق، سوریه، ایران، افغانستان و پاکستان یا حتی کشورهای از افریقا هستند. تا پیش از این هر مهاجر غیرقانونی که از ترکیه اقدام به ورود به این قبیل کشورها میکرد در صورت بازداشت از سوی نیروی مرزی ترکیه به کشور خودش عدت داده میشد و به لحاظ قانونی هم برای چند سال اجازه ورود به ترکیه رو نداشت. اون ندام که در واقع موفق به عبور از مرز ترکیه میشدن، ترکیه تعهدی در استرداد و قبول اونها نداشت، ولی خب موافقت نامه جدید این شرایط رو کاملا تغییر میده. بعد گفت به نوع این توافقنامه تلاش تازه ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا است، تلاشی که حالا نزدیک به نیم قرن بی ثمر مونده و از آخرین دور مذاکرات جدی در این رابطه که در سال 2005 میلادی میان اتحادیه اروپا و ترکیه برگزار شد، در طی سالهای اخیر گام امیدوار کننده و جدیدی در این رابطه از سوی اتحادیه اروپا برداشته نشده. چالش های اساسی البته در این رابطه وجود داره، از جمله از مسائل داخلی مانند حقوق بشر گرفته تا مناقشات مرزی ترکیه با قبرس و یونان. با این همه اخیراً آقای اردوغان گفته که ترکیه تا ابد در انتظار اتحادیه اروپا نخواهد ماند و اگر لازم باشه ممکنه موضوع
پیوستن به اتحادیه اروپا رو از دستور کار دولت خارج بکنه. در ادامه بحران عراق و در کنار پیشروی‌های داعش، نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت با تشکیل دولت نجات ملی مخالف است. در همین حال محمود هاشمی شاهرودی نیز که اصالتی عراقی دارد با اشاره به بحران عراق گفت اتفاقات عراق یک پشت پرده اصلی دارد که داعش پیاده نظام آن و سازنده آن آمریکا، اسرائیل، کشورهایی مثل عربستان، قطر، ترکیه و حزب کردها هستند. به گزارش خبرگزاری ها نوری المالکی نخست وزیر عراق تأکید کرد که با تشکیل دولت نجات ملی مخالف است. آقای مالکی در سخنرانی هفتگی خود که از تلویزیون دولتی عراق پخش شد گفت اهداف پنهان و خطرناکی که پشت تلاش‌های صورت گرفته برای تشکیل آنچه که دولت نجات ملی می‌نامند بر کسی پوشیده نیست. این مسئله تلاشی از سوی قانون شکنان است که می‌خواهند تجربه نوپای دموکراسی را در عراق از میان ببرند و آرای شهروندان را مصادره کنند. نوری المالکی که از سال 2006 میلادی در رأس دولت عراق قرار دارد در معرض فشارهای گسترده‌ای برای کنارگیری از قدرت است. منتقدانش او را به منزوی کردن سنی‌ها و قبضه کردن حکومت متهم می‌کنند. آنها از ائتلاف ملی، بزرگترین ائتلاف احزاب شیعه عراقی، می‌خواهند شخص دیگری به جای مالکی را نامزد پست نخست وزیری کند. اما نخست وزیر عراق بر این نکته که ریاست دولت آینده حق اوست اصرار دارد، با این اعتبار که فراکسیون تحت رهبریش در انتخابات پارلمانی اخیر عراق در مقایسه با دیگر فراکسیون ها توانست بیشترین شمار کرسی ها را از آن خود سازد. البته فراکسیون آقای مالکی که دولت قانون نام دارد صاحب بیش از نصف کرسی های پارلمان نیست. از این رو برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با فراکسیون های دیگر دارد. در تحول دیگر محمود هاشمی شاهرودی در جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان درباره حوادث عراق با بیان اینکه حزب پارتی کرد مدت ها در فکر استقلال بخش کردنشین عراق بود افزود آنها همکنون خودمختار هستند و آزادی زیادی هم دارند، اما چون استان کرکوک که استانی نفتخیز است را نتوانستند در اختیار بگیرند با حکومت نوری المالکی مخالفت کردند. در واقع حکومت مرکزی مانع زیاده خواهی آنها شد. آیت الله شاهرودی با ادعای اینکه بعضی ها مثل عزت دوری و دختر صدام هم نقش موثری در تحولات عراق دارند اظهار داشت سنی ها در عراق دو بخش هستند. بخش اعظم آنها با شیعیان هماهنگ بوده و امکانات خوبی هم دارند، اما بخش دیگر از آنها زیاده خواه هستند. و افزود مخصوصا استاندار موسل با داعش برنامه ریزی کرد و سپس به منطقه کردنشین رفت و بارزانی هم کاخ مجللی در اختیار او قرار داد. بارزانی پس از سقوط موسل اعلام کرد که عراق رو به تضییع است و ما در صددیم که بحث استقلال کردستان عراق را پیگیری کنیم. آقای شاهرودی با تأکید بر این که هیچ کس حق ندارد عراق را تقسیم کند گفت تقسیم شدن عراق مورد قبول حکومت عراق و ایران نیست و فقط به نفع آمریکاست. مردم عراق باید وحدت خود را حفظ کنند. در رویداد دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای خاورمیانه درباره اقدام نظامی در عراق هشدار داد و گفت که دخالت آنها ممکن است تنش‌های قومی فعلی در این کشور را تشدید کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس یک مقام عراقی تایید کرده که هواپیماهای سوری روز سه‌شنبه مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام داعش را گذرگاه مرزی القائم بمباران کردند. به گفته این مقام عراقی که نخواست نامش فاش شود، دیگر همسایگان عراق شامل اردن، کویت، عربستان و ترکیه نیز به منظور زیر نظر گرفتن اوضاع پرواز هواپیماهای خود را بر فراز خاک عراق افزایش دادند. مقامات آمریکایی گفتند که بمباران هوایی روز سه‌شنبه کار دولت بشار الاسد است و هدف نیز مواضع گروه داعش بوده
که به دنبال تأسیس خلافت اسلامی در عراق و سوریه است. همزمان گزارش شده که ایران هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات نظامی به عراق فرستاده است. وزیر امور خارجه آمریکا در نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل گفت ما برای همه در منطقه روشن کرده ایم که به دنبال اقدامی نیستیم که ممکن است اختلافات قومی در عراق را تشدید کند که همکنون نیز در اوج خود قرار دارد. جان کری افزود خیلی مهم است اقدامی صورت نگیرد که به افراطی‌گری کمک کرده یا موجبات تشدید اختلافات قومی را فراهم کند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا بغداد باید گامهایی بردارد تا این اطمینان ایجاد شود که ارتش این کشور قادر است بدون تکیه به نیروهای خارجی از کشور دفاع کند. در تحول دیگر وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه آینده برای دیدار با مقامات سعودی و گفتار درباره تحولات عراق راهی عربستان می شود. بر اساس این گزارش جان کری در سفر خود به عربستان ضمن دیدار با مقامات سعودی درباره تحولات منطقه از جمله عراق گفتگو خواهد کرد. نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز امروز پنجشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه به آنکارا سفر می‌کند. سخنگوی دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان گفت نیچروان بارزانی نخست وزیر کردستان روز پنجشنبه در رأس یک هیئت بنا به درخواست دولت ترکیه راهی آنکارا می‌شود تا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور دیدار کند. در رویداد دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه از بیعت جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه با داعش خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که جبهه النصره پس از چند ماه جنگ و درگیری با داعش در منطقه البوکامال با داعش بیعت کرد. یک عضو داعش نیز در توییتر خود با تایید این خبر عکسی از رهبر مصری جبهه النصره را منتشر کرد که در حال دست دادن با یکی از فرماندهان چچن داعش در منطقه است. به گفته رامی عبدالرحمن اتحاد جبهه النصره و داعش موجب تسلط داعش بر هر دو سوی مرز عراق و سوریه در منطقه البوکمال می شود. گفتنیست از حدود سه هفته پیش نیروهای گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش همراه با شمار دیگر از گروه‌های شبه نظامی تندرو حملاتی را به مناطق شمالی عراق آغاز کردند که طی آن مناطقی از جمله استان نینوا و مرکز آن موسل و همچنین شهر تکریت را تصرف کردند. گروه داعش که نیروهایش در عراق و سوریه در حال نبرد است اعلام کرده که قصد دارد به سمت بغداد پایتخت عراق و دو استان کربلا و نجف حرکت کند. هدف داعش تأسیس یک دولت واحد اسلامی در عراق و سوریه است. اما خبرگزاری فرانسه طی گزارش نوشت ایران با جمعیت 38 میلیونی زنان و دختران هفتمین بازار لوازم آرایشی در جهان و پس از عربستان دومین بازار لوازم آرایشی در خاورمیانه به لحاظ درآمد به شمار می رود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره لوازم آرایش در ایران ظرفیت بالقوه این بازار را بسیار بالا می داند. این گزارش گوشزد می کند که چون محدودیت های اسلامی فقط به صورت و دستان زنان اجازه عیان شدن می دهد، در نتیجه لوازم آرایش صورت و دست، ناخن مصنوعی و لاک در ایران فروش زیادی دارد. بر اساس این گزارش، ایران هفتمین بازار لوازم آرایش در دنیا و دومین بازار خاورمیانه است. مقام نخست مصرف در این منطقه متعلق به عربستان سعودی است. بر این اساس در حالی که به طور متوسط زنان فرانسوی یک ریمل را طی 3 ماه مصرف می کنند، ایرانیان آن را 1 ماهه به مصرف می رسانند. این بازار پر رونق شرکت های بزرگ دنیا را سخت به طمع انداخته است. یک طراح جوان مد به اسم تینا زرین نام به این خبرگزاری گفته است زنها به محض اینکه صبح از خواب بیدار می شوند آرایش می کنند. او می افزاید که آرایش آنان باید طوری باشد که حتما دیده شود.
در ادامه این گزارش آمده است به طور میانگین زنان ایرانی یک ریمل را در یک ماه مصرف می کنند و زنان فرانسوی در عرض 3 ماه. مارک فرانسوی لانکوم به تازگی موفق شد بعد از چند دهه غیبت با تبلیغات نسبتاً گسترده به بازار ایران بازگردد. حدود 400 نفر از شخصیت‌های با نفوذ محافل تجاری و هنری ایران اخیراً به مهمانی لانکوم در تهران دعوت شده بودند. این شرکت لوکس فرانسوی تلاش فراوان کرده تا آگهی‌های خود را با معیارهای اسلامی تطبیق دهد. لانکوم یکی از شرکت‌های متعلق به گروه اورال فرانسه است که خود نخستین شرکت لوازم آرایش جهان محسوب می‌شود. محصولات یکی دیگر از شرکت‌های متعلق به اورال، بخش زیبایی ایف سن لوران نیز در ایران به فروش می‌رسد. یکی از نمایندگان شرکت لانکوم به خبرگزاری فرانسه گفته است که بازار ایران در حال گسترش سریع است و مجموعاً در مقیاس چند صد میلیون دلار قرار می‌گیرد. به نظر اهل فن این بازار همچنان امکان رشد بسیار زیاد دارد. یک کارشناس در این خصوص گفته است مردها هم کم کم برای جوان ماندن به مصرف لوازم زیبایی روی می آورند. خانم ویستا باور، بنیانگذار شرکت آرایشی کاپریس معتقد است که هنوز برای گسترش محصولات لوکس متوسط و رده پایین فضای زیادی هست. به گفته او اگر گشایشی در وضعیت کشور به وجود آید این بازار باز هم توسعه خواهد یافت. خبرگزاری فرانسه می نویسد که مصرف زیاد این نوع محصولات در عین حال فرار از مشکلات و تنگناهای زندگی روزمره هم هست. پیشتر گفته شده بود ایرانی ها در سال حدود 2 میلیارد دلار صرف خرید لوازم آرایشی می کنند و مصرف مواد و لوازم آرایشی